سری بزنیم به جهان علم. نشریه علمی لنست نتایج پژوهش علمی درباره رابطه نوشیدن آب با طول عمر رو بهش پرداخته و نوشته نوشیدن بهینه آب و مایعات میتونه روند پیر شدن رو کند کنه. طبق مطالعات انجام شده در این پژوهش، با طولانی تر شدن عمر انسان‌ها در جوامع امروز، یافتن راه‌هایی برای جلوگیری از بیماری‌ها در دوران پیری یک امر لازمه. نوشیدن آب سالم و کافی یکی از این راه‌ها عنوان شده. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ماست. آقای ناظمی، همیشه شنیده بودیم که نوشیدن آب چقدر مهمه و ضروریه. این تحقیق جدید چه تأکیدی میذاره روی میزان آب مصرفی؟ همونطور که گفتین، در واقع بحث بر سر این که نوشیدن آب چه تأثیری داره، چه مقدار باید آب بخوریم، چه مقدار نباید بخوریم، همیشه یکی از اون داستان‌های رایج در اخبار سلامت بوده. تفاوتی که شاید این تحقیق داشته باشه و برگ اضافه‌ای باشه اینه که اومده برای افراد میانسال، افرادی که حدود 45 تا 66 سال سن داشتن، بررسی کرده میزان در واقع خوردن آب، میزان اینکه بدن چه مقدار آب داره رو بر مبنای شاخص دیگه‌ای، و برای مدت 25 سال اینها رو دنبال کرده و به این نتیجه رسیده که افرادی که در واقع حالا اگر بخوام ترجمهش کنیم به زبان ساده، افرادی که میزان مصرفی آبشون بالاتر بوده، بدنشون رو در واقع آبرسانی بهتری داشتن، اولا طول عمر بالاتری داشتن، ثانیا عوارض کمتر و بیماری‌های کمتری رو در دوران سالخوردگی باهاش مواجه بودن. همونطور که گفتین چند اهمیت داره. مسئله فقط افزایش طول عمر نیست، مسئله کیفیت دوران سالمندی و کیفیت زندگی هست که حالا به نظر میرسه بیشتر از قبل مطمئنیم که مصرف مناسب و معتدل آب، البته این به این معنی نیست که افراط از اون سمت ماجرا باشه، میتونه کمک بکنه که در واقع دوران سالخوردگی سالم‌تری داشته باشیم. در مورد عدد و مقدارش خیلی بحث وجود داره مثل همیشه. گزینه اینه که شاید گزینه بدی نباشه قبل از اینکه احساس تشنگی شدید بکنین آب بخورید و در واقع آب رو در رژیم روزانه‌تون قرار بدید. سپاسگزارم از توضیحاتتون. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما.